سلام میکنه گیمر، خوش اومدین. این شما این ویدیو دیگه‌مون که قرار ماموریت واردات و صادرات ماشین رو انجام بدیم. اگر این ویدیو خوشتون اومد حتما ما رو دنبال کنید و ویدیو ما رو تا آپارات بازنش کنید. حالا بریم ببینیم مثلا خوشتون میاد یا نه. وقتی که گواهی نامتون رو میگیرید و ماموریت فرعی رو انجام میدید و نمایشگاه ماشین رو میخرید، سه تا لیست براتون آزاد میشه، هر کدوم با 10 تا وسیله نقلیه که باید بیاد بذارید تو این کشتی این وسیله رو، و من میخوام جای هر کدوم از این وسیله رو روی نقشه بهتون نشون بدم و این لیست ها رو با هم دیگه تکمیل کنیم. ضمن اینکه میتونید علاوه بر اینکه ماشینا رو صادر میکنید، یعنی ماشینا رو میارید میذارید تو این کشتی، ماشینا رو وارد بکنید و بخرید، بیاید اینجا اینتر رو بزنید، لیست ماشینا رو نگاه کنید. اول اکثر ماشینا باز نیستن، ولی لیست ها رو که تکمیل کنیم ماشینا بازتر میشن. میتونید ماشینا رو از جای مختلف توی شهر جمع کنید، ولی من جایی که این ماشینا هر کدوم قطعا ظاهر میشن نشونتون میدم که اگه ماشینا رو سطح شهر پیدا نکردین به مشکل نخورین. ضمن اینکه قطعا توی تکمیل 100% بازی تحویل دادن این ماشینا نقش داره و پول واقعا خوبی نصیبتون میشه با صادر کردن این ماشینا. این ماشین اولمونه، پیتریوت، جاش روی نقشه اینجاست که توی بیس ارتش هم هست، ولی میتونید از اینجا بردارید. شبیه ماشین همره که من خیلی دوست دارم، ولی خب لامصب گیرونه، 1 میلیارد پوله پولشه. شاید اگه از الان تا آخر عمرم پولمو جمع کنم و هیچیشو مصرف نکنم بتونم اینو بخرم توی 70 سالگی. ولی وقتی ماشین رو آوردید میتونید بیاد با این لندهور کرین، اگه شما نکنم اسمش، با همین آهن روباش بذارید رو کشتی. میتونیدم از رمپ اینجا استفاده کنید. همه ماشینا رو بغیر از یه دونه که یه کامیونه میتونید از اینجا رد کنید به اون بالا و بدون مشکل. هر چقدر که ماشینتون سالم تر باشه پول بیشتری میگیرید و به نسبت سالم بودن ماشینتون پولش متغیره. مثلا یکم این داغون کردم، 38120 فکر کنم 40000 دلار بود پول کلش دیگه. بقیه رو فقط جای ماشینا رو نشونتون میدم و الان یه ماشین دیگه مثلا برای وارد کردن آزاد شد. سانچز یکی از جایی که ظاهر میشه اینجاست، کنار کوه چیلیاد. جای دیگه هم تو شهر سم ظاهر میشه که تو ویدیو قبلی که مربوط به خونه بود یه اشاره ریزی بهش کردم، ولی اینجا نزدیکتر اینجاست. ضمن اینکه همه این وسیله‌ای که من میگم ممکنه در جای دیگه شهرم ظاهر بشن، ولی اینجا قطعا ظاهر میشن. ممکنه جای دیگه هم پیدا بکنید، ولی اینجا جاییه که به طور قطع میبینید. وسیله بعدی این بابالنگ دراز استرچ بغل نمایشگاه ماشینه. صبر کنید، فعلا اینجا جای نزدیکش، یک جایی که دهنتون آسفالت میشه. حالا مثل این ماشین طولانی ترین ویدیو، این ویدیو بود که بیشترین وقت ممکنه براش بشم، خیلی طول کشید تا این ویدیو رو درست کنم و دهنم آسفالت شد. ماشین بعد اینجاست و اینم ماشین بعد این دیگه خیلی انتهای دهن سرویسی بود تا اینجا اومدم. گرچه توی اطراف گاراژ سی جی هم میتونید این ماشین به اسم رمینگتون رو پیدا کنید، یه چرخی بزنید اطراف گاراژ سی جی شاید پیدا کنید، ولی اینجا قطعا ظاهر میشه. و اینم ماشین بوفالو که ماشین کاتالینا، دم خونه کاتالینا هست. تو سطح شهرم کم پیدا میشه بوفالو، شاید مجبور شید از اینجا بردارید. و ماشین بعد اینجاست. ممکنه در ماشینایی که پارکن قفل باشه، برای اینکه این مشکل رو حل کنید کافیه ماشین رو بتر کنید بعد یه دور بزنید دوباره بیاید. شاید این سوال براتون به وجود باشه، خب برای چی قفل در ماشین؟ جاش هم اینجاست روی نقشه. گفتم اگه قفل بود بذارید ماشین رو بتر کنید دور دیگه بزنید، در خواهی دور دیگه سوار شید. کنم مشکلی که اینجا پیش اومد کنم. آره بسیار سوسکی، خیلی راحت در کمال خونسردی با نمیشه دیگه برادر، خودت هم یادم گفتی بزن بتر کن. صدامون یکم عقب جلوه متاسفانه، مهم نیست
گرچه تلاش همو کردم حواسم دارم. مأموریتی نیست که خیلی صدا توش مهم باشه، تیراندازی رو نداره که خیلی رو مخ باشه، و اینم جاش روی نقشه. و این ماشین اسمش کمپر بوده اگه اشتباه نکنم. آره، کنار این کافه یا غذاخوری یا هرچی اینجا حتما پیداش میکنید. و یه ماشین دیگه فکر کنم آخرین ماشین لیست یکمون باشه اگه اشتباه نکنم. پلیس چی میگه آخه؟ جمع کن چاقا، سراش خیلی عقب جلو شده کنی حالی. یه فکری باید بالش بکنم. اینم جاش روی نقشه است. شاید سراش رو قطع کنم مثلا موسیقی بزنم بکگراندش و شما وقتی اینو گوش میدید موسیقی باشه پشتش. آره احتمالا این کارو کنم چون صداش عقبه، فقط هم این تیکش عقبه چون جدا جدا ضبط کردم و مشکل کنم. اینم از انتهای لیست اول، $50,000 اضافه بهتون میده برای لیست اول. و میریم برای لیست دوم، یه لیست جدید میاد رو اون تخته. 10 تا وسیله جدید که همه رو میریم جمع میکنیم. علیکم بسم الله. جیمز باند تور فرود اومدیم و یه وسیله که خیلی توی سطح شهر کم پیدا میشه، تو سطح شهر سه به نسبتا خوبه اما جای دیگه واقعا کم پیدا میشه، سلم ون. چشون رو نقشه میبینید نزدیک خونه سیزاریناست در منطقه الکورونا یا حلقه، چه بی ربط. ماشین بعدی توی سطح شهر خیلی زیاد میشه، مثل پشکل ریخته بلیس تا کامپکت، ولی جایی که قطعاً و قطعاً پیداش میکنید اینجاست، کنار ورودی فرودگاه حتما یه دونه هست. و اما ماشین بعدیمون که ماشین عتیق ماننده، عتیق توره و درشم قفله، اینجاست کنار این هتله. من میرم میتره کنم یه بار دیگه ورش میدارم. داشتون نقشه میبینید منطقه کوینز. و اما ماشین بعدی دو تا ماشین هستن که قطعا توی نقشه اسپان نمیشن، شاید پارکشن شاید نباشن. این یکی از اوناست، سابره یا سابر شاید. روبروی مغازه زیرو کافی یه چرخی بزنید حتما راحت پیداش میکنید، شاید هم پارک شده باشه، ولی از اون وسیله هایی که قطعا پیدا نمیشن. دو تا وسیله هستن که قطعا پارک نمیشن جاهای خاصی، و دور بزنید پیداشون کنید توی منطقه که یکیشون نمید. بعدی موتور FCR 900 اینجاست، موتور بدی نیست ولی به پای NRG نمیرسه. شاید اینجا هم کنار محل گواهینامه موتور پیداش کنید. ماشین بعدی چیتاه. چیتا توی یکی از خونه های این اطراف پارک شده، الان جاشو رو نقشه نشون کنیم. تو شهر سه توی یکی از این خونه های این دور و براست، ولی من چون شبیه هم بودم پیدا نکردم، یه دونه داشت رد میشد برداشتم، ولی توی یکی از خونه های این بالا هست. شما هم حتما مطمئن باشید که یه دوری بزنید پیداش میکنید. همین دور و بر است، دور و بر این خونه خودمون هست که خریدیم. و ماشین بعدی رنچر که توی روستا به وفور رافت میشه، جاشم رو نقشه نشونتون میدم، اینجاست همین جایی که علامت زدم، همین دور و بر است، ولی من یه دونه تو راه پیدا کردم برداشتم، ولی جاش تو نقشه اینجاست. اینم یکی دیگه از اون ماشینایی که خیلی راحت پیدا میشه. و یکی دیگه از ماشینایی که سپان لوکیشن یا محل ظاهر شدن قطعی نداره، استالیون، که اینم اطراف گاراژ سی جی و مغازه زیرو پیدا میتونید پیداش بکنید، خیلی جای نگرانی نداره. همین جایی دوری بزنید راحت راحت پیدا میشه. و اما کامیون درش قفله، توف به این شانس، باکش تو. در هر حال من باید بزنم بتره کنم و یکی دیگه بردارم. جا
چند تا کامیون هست. این کامیونی که مد نظر ما اسمش تنکره، جاشم روی نقشه میبینید، کنار غذاخوری بالای شهر سنفیرو و تنها وسیله ای که از اون لارد نمیشه، از اون رمپ یا شیب باید با این بیارید پرتش کنید این بالا. بسنان اینجا هم جون این هم از این 32,000 دلار هم گرفتم. فکر کنم این آخرین وسیله لیست دومونه، کامت فکر کنم، شاید هم نباشه ولی احتمال زیاد هست. کنار زمین های تنیس نزدیک کشتی هم هست، خیلی دور نیست. آره این آخرین وسیله است تو لیست دو و 100,000 دلار هم اضافه بگیریم برای تمام کردن لیست دو. میریم سراغ لیست آخ سه، زمینی که وسیله های بیشتری برای وارد کردن آزاد میشه. آه بسم الله. وسیله بعدیمون بلید که اطراف گاراژ، اطراف این بازش گاراژ، اطراف مغازه سی جی، گاراژ سی جی و مغازه زیرو پیدا میشه. گرچه توی نقشه هم ظاهر میشه اما کار عاقلانه اینه که از اینجا بردارید تا اینجایی که من توی شهر یک براتون علامت زدم، چون دهنتون صاف میشه تا اینجا بیاید و برگردین. اونجا راحت‌تر پیدا میشه، پیدا نکردید میتونید از اینجایی که علامت زدم پیداش کنید. بعدی موتور هایوی کنار این هیپی شاپ یا مغازه‌ای که الان متعلق به ماست، تو ماموریت فرعی گرفتیمش و وقتی سوارشین ماموریت رو براتون فعال میکنه، برای اینکه ماموریت فعال نشه موتور رو هولی میدین که از اون جای ماموریت خارج شه، بعد با آسودگی خاطر سوارش میشین و دیگه الان ماموریت فعال نمیشه. کنم 10,000 دلار هم جایزش. وسیله بعدی این جیپه، کنار همین مونت چیلیاد یا کوه چیلیاده، به شرطی که لیست اول تموم کرده باشین. البته بعضی از ماشینا فقط در شرایطی ظاهر میشن که شما این لیست رو تموم کرده باشین، این هم از اون وسیله هاست. و اما ماشین بعدی که اسپان لوکیشنش خیلی دوره، توی لاس ونتوراسه، ZR350. داشتم روی نقشه میبینید کنار این هتل، یکی از هتل‌های بازی که خودمونم خریدیمش. و اما ماشین بعدی کنار این مجسمه ابوالهول، هتل ابوالهول، من میشم هتل ابوالهول، حالا هر اسم میخواد داشته باشه، یروس، که ماشین خیلی سریع هم هست و خیلی کمیابه تو بازی، خیلی کم پیدا میشه. و اما ماشین بعدی ماشین بنشیه که جی تی ای 3 بازا حتما این ماشین رو یادشون، خیلی دوستان، سریع ترین ماشین جی تی ای 3 که توی جی تی ای سن آندرس هم گذاشتن، خیلی ماشین باحالیه، جاش روی نقشه هم میبینید. و اما ماشین بعدی و اگر گواهی نامه‌تون رو گرفته باشین برونزش رو، جلوی این آموزشگاه سوپر جی تی، اینجا حواسم رو پلیس من داشت دستگیر هم میکرد، دستگیر هم میکرد، دهن هم سرویس میشد چون ماشینگان و همه اینا میپرید. جاشوی نقشم نیاز به نشون دادن نداره ولی من نشون میدم. ماشین بعدی مون این خانه متحرکه، من بچگی دوست داشتم یه دونه از اینا داشته باشم چون خیلی باحاله و در این حال ارزون به نسبت خونه. اسمش جرنیه یا مسافرت میشه ترجمهش. و محل ظاهر شدنش هم روی نقشه اینجاست که من براتون علامت زدم، ولی ما حال نداشتم این همه را برم چون اطراف روستا حتما نیدونش رو پیدا میکنید، نیازی نیست تا اونجا برید. و نوک قله هم هست، نوک این قله کوه هم میتونید یه دونه پارک شده اونجا بردارید. و اما ماشین بعدی یکم پیچیده است، بعد اگه گواهینامتون طلا گرفتین یا نقره نمیم جایزه شیور کنیم، جایزه طلا، این ماشین پارک میشه که من سوارشم. باید این ماشین رو وردارید، این ماشین صورتی دارید وردارین برین دور بزنید که ماشین بعدی ما جاش ظاهر شه که از شانس گنده من درش گفته. پس چی شد؟ اون ماشین رو ور میدارید، میرید دور میزنید تا این ماشینه که الان میبینید دارم با چاقو میزنم میارمش پایین ظاهر شه اینجا و ماشین بعدی ماست، ورش دارید.
اینم ماشین آخرمون، یه حرکت سوپرمن تور. جیمز باند بابا نکشیم بود. بی اف اینجکشن پایین پایینه، ساحله پایین، وست ستون جاشون نقشه میبینید. و آخرین ماشین هم که بذاریم فکر کنم 200,000 دلار اگه اشتباه نکنم جایزه اضافه میده بهمون و همه لیست تکمیل میشه و درصداش هم که بهمون تعلق میگیره. صداش واقعا نقبه، حتما که شما که دارید گوش میدید تا الان متوجه شد که موزیک بودش هم صدای خودش هست. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشین. ماموریت فرعیمون دیگه داره کم کم تمام میشه، میریم سراغ ماموریت اصلی. کم همه این ماشین رو جمع کردیم و خیلی هم عالی. حتما تو کانال تلگرام برای نظرسنجی عضو بشید، میخوام نظرسنجی بذارم که بعد از سرانجیز چه جی تی رو تموم کنیم. گزینه‌مون هم جی تی آی وی هست که اگر انتخاب شد تازه باید آی وی رو شروع کنیم، لیبرتی سیتی استوریز، وایس سیتی و بقیه جی تی ها. چون تنها جی تی که میخوام فعلا تموم کنم سرانجیز. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشین. همین دیگه حرفی ندارم، تا ویدیوی بعدی خداحافظ میگم.